طاعتی شایسته رحمان نکردم، وای وای. در جوانی طاعت شایسته مشکل می نمود، مشکلی خود را چرا آسان نکردم، وای وای. با پدر نااهل بودم از غرور و جاهلی، با برادر شفقت و احسان نکردم، وای وای. امر و نهی حق تعالی را نآوردم به جای، خواندم و دانستم و فرمان نبردم، وای وای. راهزن ایمان مرا از رای حق گمراه کرد، پشت بر قول بدی شیطان نکردم، وای وای. عمر خود را صرف کردم در پی این نفس شوم، عمر را برباد دادم بی مناسب، وای وای. از برای توشه فردا نکاشتم دانه، یک گل از باغ عمل خندان نکردم، وای وای. این نمه اموالکم اولادکم را خوانده ام، یک نظر بر آیت قرآن نکردم، وای وای. در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کف، در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کف، چند روز خدمتی مردان نکردم، وای وای. نه طواف کعبه و نه خدمتی صاحب دلان، یاد حشر و تابعی میزان نکردم، وای وای. از قیام و از قعود و از رکوع و از سجود، یک عمل مستوجبی ارکان نکردم، وای وای. یا الها از کرم جرمی عزیزی را ببخش، زان که یک توبه برای آن نکردم، وای وای. عزیزی سمرقندی که ایر عزیزای خدا نسبت به عصرهای 19 میتین، یعنی تصنیفات این عزیز خدا برادران عزیز 200 سال پیش بود، به سوی ما و تو بود این اشارت، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد. این وای وای که این عزیزای خدا گفتن میگد، این برای حال خودشانه ایست برادران عزیز. رسیدن آن عزیزان خود به مقصد، این اشاره به سوی ما و شما بود. برادران عزیز و گرامی، حقیقتاً وقت خیلی نزدیک است، ولی من به طریق یک سوال برای شما یک صحبتی دارم. اگر برادران عزیز و گرامی از همه شما سوال کنند، کدام نعمتی هست که خدا به شما داده است و در بین اون دادگی های خدا با ارزشترینش همون است؟ کدام نعمت خدا وقتی نصیب شما شد و در بین اونها قیمتترین همون نعمت کدام است؟ برادران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 میگد، و این تعد نعمت الله لا تحصوها. الله را ببینین، ماها را کم ترک با یک بیاد مان میاره که به پروای بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. خداوند میگد آنقدر نعمت برای تو دادم که با سوادترین همین مردم تاجیکستان اگر بیاریم، نعمت های خداوند حساب کردن میتوند. کجا از نعمتی بیرون، حتی همین نعمتهایی را که
در خود بدنهای ما و شما هست همین را حساب کرده نمیتونیم. پس برادران عزیز و گرامی، همین است که حبیب خدا گفتند عملهای شما شما را جنت نمیبرد. گفتند حضرت خود شما را هم عملهاتون جنت نمیبرد؟ گفت خود من هم عملم جنت نمیبرد، مرا رحمت خدا به جنت میبرد. زیرا در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است برادران عزیز، با عبادت اینها را ما به جا آورده نمیتونیم. پس وقتی که نعمت هایی که خداوند برای ما و شما داده بوده است به عدد بوده است، در حساب اونها ما و شما که لال ماندگیم حساب کردن میتونیم. پس سوال همین است، با ارزشترین نعمت در بین این نعمت هایی که الله بر ما داد چی هست؟ شاید برادرای عزیز جواب ها هر گونه باشد. ممکن شخص گوید که فرزند بهترین نعمت خداست. شاید نفر گوید مال و ثروت بهترین نعمت خداست. شاید دیگر آدمی پیدا شود گوید که تن صحت بهترین نعمت است. شاید کسی دیگر پیدا شود گوید زیباگی که خدا به انسان داده است بهترین نعمت است. خلاص هر کی یک چیه میگوید، ولی بعد نعمت اسلام برادران عزیز، بهترین نعمتی که خدا به انسان داده است این وقت است. وقت شاید برادران عزیز وقتی که من وقت میگم، ولی طغرل میگه بنای طاقتم را سوخت طغرل مصرعی بدیل. طغرل میگه همین مصرعهای بدیل میگه تماما حیات ما دیگرگون کرد، مقصد جگرها ما سوزان. بنای طاقتم را سوخت طغرل مصرعی بدیل که طاق عمرگر بیشک است ممکن نیست تعمیرش. یعنی مساله هایی که عمر می سازند برادر عزیز، اون مساله ها یکی همو وقت است. شاید برادر عزیز وقتی گپ درباره وقت می روه، ممکن که نه آنقدر جالب باشد، نه آنقدر برای شما پسند باشد. برای چی؟ برای که شما به قدر همو وقت نمی رسید. وقتی که شما به قدر وقت نمیرسین، ارزش وقت که نمیدانین، حتی درگیر در صحبت هم بسیار بی تأثیر میمانند. ولی برادرای عزیز، علما چگونه حضرت داملا از آیت های قرآن، کلمه های قرآن، حرف های قرآن برای ما و شما بیان کردن، علما میگن در قرآن 74 جا خداوند با شب قسم خورد، 54 جا با روز قسم خورد. ببینید خداوند میگه و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. خدای مهربان میگه و الضحا و اللیل اذا سجا. خدا میگه و الفجر. خدا میگه و لیال عشر. خدا میگه و العصر. ببین خداوند به چیزهای قسم میخورد که اونها ارزش دارن. الله را بین به وقت قسم میخورد که این شب و روز، این زمان، اینها ای وقتی بارتن. زیلی هاست برادرای عزیز، شاید که ما باز تکرارم شود، ما به قدر وقت نمیرسیم. آیتی هست برادرای عزیز در سوره مبارکه مؤمنون آیت 99 و 100، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. صدق الله العظيم.
برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیه همینه. وقتی که دیگر ما به جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگر به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی را که میگفتن که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفت است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفت است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای، یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه، همه لذات این فانی با مای خوردن نمی ارزد. مای برادرای عزیز، این مایی که امروز مردم دیوانه کرده ای، یا درآمد پولش برای مثال بعضی ها بسیار فایده‌ناک بود، از مراد از این مای این نماز ای، مراد از این مای این محفل های خیر ای. همه لذات این فانی با مای خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش با یک سوزن نمی ارزد. با جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق با یک ارزن نمی ارزد. حضرت ابی چی میگه؟ که من زیر رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این با یک دم بزمی چون کندن نمی ارزد. همه این مهنتی ما برادرای عزیز میگه به خاطر اون است که با دیدار الله برسم، و الا همه دنیا را به تمام لذتش جمع کو با یک بزمی جان کندن نمی ارزد. یه ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل و صالحا هم فی ما ترکتو. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم، میخواهم که همون به اهمیتی را که در دنیا کردم، وقتای بهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عملهای صالح کنم، میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیل آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. سوره مباركه منافقون. بین این جدام مردک زاره میکرده، خدای اکیک تکمالش در دنیا کی مانده است، وقتی پیش خدا کی میرفت زاره میکرده است، میدید است که دیگر از این ممسیکی و از این مقصد دستی بیچاره را نگرفتم، زارم که خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم، بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنه، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت قرآن گفتن. من دیروز برادر عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو سونیا را حساب میکنه، یک دو سه و چهار پنج. با خدای مهربان قسمه که من خدمت تخمین کنم، همون سکوندمیر شو اکو جه خیدمو گفتم کو در یک مینوت من چند بارم این سوره فاتحه را خونده میتونم. همون را زیر کردم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا زالین امین خوندم، باز خوندم در یک دقیقه برادرای عزیز پنج بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در یک سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در یک دقیقه پنج بار 3000 ثواب در یک دقیقه است. ببین چقدر ما اهمیت نمیتیم. یک دقیقه در آدم میتوند 3000 ثواب صاحب شود.
بهترینی یا گویم از همه حمده که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در یک دقیقه تا 50 بار 60 بار بگو. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در یک منوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 منوت دیگه مونده است. ای کی میشود کی میشود گفتم کی میشود کی میشود قد میگذرونیش. اگر اون 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشود. زیلیهاز برادر عزیز وقت بسیار، حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره میگه وقتی که آفتاب روشن میشید است روزی نو که میامد است میگه همین روز به آدمی زاد میگفت است ای فرزند آدم من شاهد همه کارهای تو هستم، پایبند کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهش زیاده ولی وقت زنده کردن راه ندارد. وقت کشی آسانه ولی وقت زنده کردن نیست. برادرای عزیز و گرامی یک قصه شیخ سعدی میارد میگد زی عهد پدر یاد دارم همه، زی عهد پدر یاد دارم همه که باران رحمت بر او هر دمی. در آوان طفلی لوح و دفتر خرید، زی بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر من رحمت و مغفرت کنه دست ما گرفت میگه و بردکم مقصد بازار کتابم خرید، لوازمات مثال تعلیمی را گرفت، حتی یه لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز ما و شما عجیب شیدگیم، همین قدر از قرآن خوانی دور شیدگیم، نمیدانم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانیم. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت، زن گرفتی؟ گفت والله لا، گفت ما اتزوجو بی، حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم، یک یگون مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیش گفت؟ گفت علی سلکه قل هو الله احد. گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سه یک قرآن هست. گفت علی سلکه اذا جاء نصر الله والفتح، سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهار یک قرآن هست. همچنان گفت سوره کافرون را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن هست، چهار یک قرآن هست. گفت سوره اذا زلزله را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ای از چهار یک ایسای قرآن های. بعد حضرت آخری و تزوج تزوج، زن بگی مقصد زیاد که سورای قرآن ها، زیاد که تلاوت قرآن ها. یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهم تر های. برای می برادری عزیز ای قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یکان زیان زرر به این جامعه ما به یکان سیاست ما نداره. ای قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن هایی که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه یو هم از توفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همیره خرید دادکمو یک انگوشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگا یک مشتری به خورمای از دستم انگوشتری. یک آدمی هوشیار بود است دیده در دست شیخ همین یک انگوشتری قیمت های یه دانه که خیرما را آوردادشو گفت بچم بگیره مرا انگوشتری را. میگه انگوشتری را دستم گرفت چون نشناسد انگوشتری طفل خورد،
چونش ناسد انگشتری تیفلی خور لبه با شیرینی از وای توانند بور. با شاید سادی گفت وقتی که من که کودک مقصد تیفل چی میدونه انگشتری چی های چی مقدار ارزش داره، با یک دونه شیرینی انگشتری رای مرده گریب بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی های؟ تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگد شما هم، میگد همین خیل شما هم رنگ همو کودکی که انگشتری را قدرش ندانست، شما هم به قدر همین عمرتان، به قدر همین وقتان نرسیده نشناختی. زین لحاظ برادرای عزیز اکو در این نسبت صحبت ها زیاد است، از این لحاظ من انشاءالله امیدم همینه که شما به قدر همون وقتی که میگن خب انشاءالله شما میرسین، احترامی مثال به وقت دارین، قدر وقت میکنین و در برابرش خدا خواهد شما نزد خداوند پاداش و ثوابتون را میگیرید. برادران من پیش از آمدنم ای سحر همین قدر زنگ های زیاد چید که تمام مهاجر و مسافرهایی که داریم در بیرون تاجیکستان همش خواهش کردن در حق من دعا کنین. آدمایی که اعتکاف شیشتن بیچارا همش خواستن که در حق من دعا کنین. اینجا در مکه داملو از نام یک مادر بیمارم گوش زد کردن که و یک چیزی دیگر عجیب گفتن. یک سه زنک زنگم زد گفت داملو مقصد ما همی صحبت ها را خیلی مردم از اینترنت ها و دیگر قدی گوش میکنن، گفت ما زن دیم ایم، همین مردک هایی که زن دیم گرفتگی هم بگین شما که عدالت هم جاری کنن درکشون دعا کنین که مقصد ما زن دیم ایم و تماما دیگر دیگران سراغ و پای نداره. از این لحاظ گفت در حق همه همین ماها هم دعا کنن. گفت خدای مهربان همه برادرهایی که درخواستی دعا کردن تمنیات و مقصد هاشون خدا حاصل کنه و این محفل چی محفلی خیری هست. خدای مهربان اون پاداش و اجرهایی که در داخل این است برای همه شما الله مهربان نصیب بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین. اجازه پیش امین پیش ششتنم امین شونه ما برآوردم ریش ما شونه کامو من تا نگاه کم اجازه مردکوی بیریش پسیو بده گفتم یکی خدای ددیشون میدرو را عوض شون میکنه که امیر ریش شونه کردن. یگون تاکید یکی خداوند خی بر ریش شیده باشین ریشتون مونن یم ان شاء الله پیروی از سنت پیغمبر مونای این محبتی به پیغمبر خدای ان شاء الله ثواب زیاد میگیرین. خدا همتون را نگهبان.